سلام، به کانال تلنگور خوش اومدین. در برنامه امروز از واکنش تند بهروز افخمی به جنبش میتو بهتون میگیم که گفته این وضعیت خجالت آوره. ممنون که امروز هم به ما سر زدین و وقتتون رو به ما اختصاص دادین و باز هم ممنون از همراهی و حمایت همیشگیتون که از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون نسبت ما دارین. یادآوری میکنم در صورتی که از برنامه های ما خوشتون اومد حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم در جریان برنامه هامون قرار بگیرین. بریم با هم این برنامه رو بشنویم. بهروز افخمی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، در گفتگویی که فایل صوتی اون منتشر شده به انتقاد از جنبش میتوی سینماگران ایران پرداخته. این کارگردان در مصاحبه با رادیو نمایش درباره روند فعلی جنبش میتو در ایران و نام بردن از بعضی بازیگران و متهم کردن اونها به تعرض و آزار جنسی گفت اینها مسائل خصوصی هست که اصلا نباید به محضر عوام کشیده بشه. او درباره زنان سینماگری که اتهام‌های تعرض و آزار را متوجه مردان سینمای ایران می‌کنند گفت خانم‌هایی که این کارها را می‌کنند نمی‌تونن ادعای خود را ثابت کنند و غالباً میشه علیه اونها شکایت کرد. یعنی کسایی که آبروی اونها مورد تعرض قرار گرفته می‌تونن شکایت کنند و شکایتشون قطعاً قابل تعقیب هست. مثل مورد آقای پورصمیمی که فکر میکنم حتما قابل تعقیب هست و اگه شکایت کنه حتما شکایتش به نتیجه میرسه. بهروز افخمی گفت وضعیت خجالت آوری هست و به نظر میرسه که بازیگران از اخلاقهایی که باید پیشا پیش آموخته باشن فاصله زیادی دارن. افخمی درباره توییت علی اکبر رائفی پور نظریه پرداز جنجالی پیرامون تعمیم جنبش میتو به کل سینمای ایران گفت وقتی بعضی زنهای سینمای ایران خودشون هیچ اصولی رو رعایت نمی کنن و بی اخلاقی، حسادت و گیس و گیس کشی راه می دازن، طبیعتاً باید انتظار داشته باشیم که اشخاص دیگه ای خارج از سینما عصبانی بشن و متلک بندازن. او ادامه داد وضعیت از این هم می تونه بدتر بشه. یعنی با ادامه این وضعیت ممکنه بسیاری از این زنان از طرف خانواده خودشون یا قانون با محدودیت‌هایی برای حضور در سینما مواجه بشن. این صحبت ها در راستای ادعای کتایون ریاهی، هنرپیشه زن سینمای ایران که سعید پورصمیمی، بازیگر با سابقه سینما را به تعرض متهم کرده بود انجام گرفت. کتایون ریاهی همزمان با حضور سعید پورصمیمی در جشنواره فیلم کن در اینستاگرام خودش این بازیگر پیشکسوت رو به تعرض به خود در ماجرایی مربوط به 25 سال پیش متهم کرد. موضوعی که با انتقادات بسیاری از جمله زنان سینماگر روبرو و همچنین منجر به پس گرفتن برخی از امضاهایی که انجام شده بود شد. چرا که اونها معتقد بودند در این جنبش نباید نامی از افراد متهم به آزار یا تعرض جنسی آورده بشه. در همین راستا گفته شد سعید پورصمیمی در حال جمع‌آوری مدارکی برای تنظیم شکایت از خانم ریاهی هست. در اینجا استودیو 8 رادیو نمایش. آقای افخمی بزرگوار، سوال من از شما، نظر شما هست درباره جنبشی که به راه افتاده تحت عنوان میتو با این سبک و سیاقی که به ویژه الان توی ایران هست که حتی اسم میبرن گاهی از بعضی از بازیگرها، نظر شما در این رابطه چیه؟ فکر میکنم اصلا اینا مسائل خصوصیه که اصلا نباید به منظر عوام کشیده بشه و هر کسی که این کار رو میکنه، این خانمایی که این کار رو دارن میکنن احتمالا ادعایی رو که میکنن نمیتونن ثابت بکنن و اصلا حرفای محکمه پسندی نیست که بتونن به دادگاه ببرن و از اون طرف بر علیهشون غالبا میشه شکایت کرد، یعنی میشه اون کسایی که بالاخره آبروشون مورد تعرض قرار گرفته شکایت کنن. در خیلی از موارد قطعاً قابل تعقیبه، مثلا همین مورد آقای پورصمیمی که من فکر می‌کنم حتما قابل تعقیبه.
یعنی آقای کوسمی اگه بخواد شکایت کنه حتما شکایتش به نتیجه میرسه. در حال وضعیت فضالت آوری که نشون میده که با مثلا بازیگری و مخصوصا بازیگری زنان در سینما ایران خیلی فاصله داره از اون چه که ما فکر کنیم که اینا باید بالاخره یه پرنسیبای رو رعایت کنن، یه اخلاق رو پیشا پیش یاد گرفته باشن. بس این که نیست اینجوری. یه کاریکاتوری از جنبش میتو که تو هالیوود اتفاق افتاد، ولی خب اصلا فرهنگی که تو آمریکا هست و اون قانونهایی که وجود داره در مورد این ماجرای روابط بین آدم‌ها اصلا خیلی متفاوته با چیزی که اینجا وجود داره. یعنی به نظر ما رفتیم سراغ یک کاریکاتور بزرگ مثل خیلی چیزهای دیگه در سینمامون که مدام می‌خوایم از روی دست سینمای هالیوود یا سینمای اروپا بنویسیم، اینا می‌خوام همین کارو بکنیم و به شکل تلخی داره پیش میره. و در ادامه من نمیدونم این توییت آقای رائف پور رو شما خوندین یا نه که در مورد خانواده بزرگ سینما این ماجرای میتو رو تعمیم دادن و یه جورای بد اخلاقی شده در سمت این توییت و این نوشته. میخوام ایده شما رو بدونم که آقای با این نظر موافقید مخالفید، چیه نظرتون در مورد این توییت؟ من فکر میکنم وقتی خود زنهایی که در سینمای ایران فعالیت میکنن بعضیاشون هیچ پرنسیبی رو رعایت نمیکنن و بی اخلاقی میکنن، حسادت و زیر پا کشی و خلاصه گیس و گیس کشی را میندازن و باید طبیعتا انتظار داشته باشیم که یه کسای دیگه خارج از سینما عصبانی بشن و حالا یه مطلقی هم بگن یه بعد از این هم میتونه بدتر باشه. یعنی اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه فکر میکنم که اصلا ممکنه که بسیاری از زنان از این به بعد هم اینکه از طریق خانواده خودشون و یا با شرایط دیگه محدودیت های قانونی روبرو بشن برای حضور در سینما. بسیار علی. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. نظرتون رو بنویسین، لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید بهمون سر بزنین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Thank you.